یک هیئت ارتش آمریکا به تازگی با یکی از گروه‌های عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق سوریه دیدار کرده. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، هیئت آمریکایی با فرمانده نیروهای السنادی دیدار کرده. زمان دقیق این دیدار مشخص نیست. طبق این گزارش، هدف از این نشست هماهنگی بین آمریکا و همپیمانانش در شرق سوریه برای مقابله با شبه نظامیان نیابتی حکومت ایران بوده. در این نشست، هیئت آمریکایی از نیروهای السنادی خواسته تا برای تأمین امنیت مرز سوریه و عراق و همچنین مقابله با تهدیدات شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی با دیگر گروه‌های عضو نیروهای دموکراتیک سوریه هماهنگی کنند. گزارش از این نشست پس از اون منتشر میشه که روزنامه واشنگتن پست پنجشنبه با استناد به منابع اطلاعاتی و اسناد محرمانه گزارش داد که جمهوری اسلامی با مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی در سوریه به دنبال آغاز مرحله جدیدی از حملات علیه سربازان آمریکاییه. به گزارش این روزنامه، این اقدام جمهوری اسلامی در چارچوب همکاری با روسیه برای بیرون راندن آمریکایی‌ها از منطقه است. در همین راستا دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که حزب الله لبنان برای هدف قرار دادن مواضع نیروهای آمریکایی و همپیمانانش در شمال شرق سوریه نیروی جدید استخدام کرده. طبق این گزارش، حزب الله این نیروها رو در پالمیرا در استان حمص آموزش داده و سپس به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه میفرسته. با این حال، یک مقام ایالات متحده جمعه به صدای آمریکا گفت محافظت از جان پرسنل آمریکا مهمترین مسئله برای رئیس جمهوری ایالات متحده است. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.